اجازه بدید که من یک در دور اول فرصت کوتاهی بدم به آقای مهدی عزیز، مهدی وکیلی عزیز که میدانم چه اندازه پیگیرانه در تلاش هستند، در تلاش هستند که بتوانند به نوعی از چهارچوب روابط خارجی که حکومت ایران برای ما فراهم کرده در واقع خارج بشن و به نوعی اینهایی که در حقیقت نماینده منافع ما نیستن، ما که عرض میکنم یعنی ما مردم ایران، یعنی این 40 سال نشان داده شده با تمام تحولاتی که صورت گرفته که نظام موجود، همون اسمی که خودشون دارن، نظام با اسمی که خودشون بر خودشون میذارن جمهوری اسلامی، به هیچ وجه من وجود نماینده مردم ایران نیست. مهدی عزیز کوشش میکند که در واقع به نوعی این صدای مردم را برساند که این آنچه که ایران میشود از طرف مردم ایران نیست و اون چیزی که به نام سفارتخانه ها معروف شده از زبان مردم سخن نمیگوید. قبل از این که مهدی عزیز شروع کنیم صحبت و بعد دوست عزیزمون آقای یدالعربی مروری بر اخبار خواهد داشت، نگاهی بر اخبار خواهد داشت و آنچه که میگذرد، یک نکته رو میخواهم روشن کنم. ما در یک بار دیگر در یک پیچ تاریخی قرار گرفتیم، یعنی یک بار دیگر آن چیزی که به نام مذاکرات تحت عنوان برجام آغاز شده، مذاکرات برجام و بازگشت مذاکره و اینکه بازگشت آمریکا به میز مذاکره، سر و صدای زیادی به پا شده و حتی در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه در کلاب هاست که الان محلی است برای گفتمان و اینکه بهترین راهکارها برای گذار از این حاکمیت در واقع نوعی بحث‌های ایجاد کرده که بسیار سازنده است، و ولی اینکه ما در این بحث‌ها به ترتیبی برویم که بدانیم در واقع همراهی با مردم آن نقطه است که آغاز می‌کنیم، پیشگامان فعالین به ویژه خارج از کشور که امکانات بهتری دارن برای گفتمان، امکانات بهتری دارن و حداقل از کسانی که در داخل کشور هستن و می‌دانیم چه اندازه رنج می‌برن و مورد آزار قرار می‌گیرن، حتی برای اظهار نظر چه برسه به انتقاد و غیره، حتی برای یک آزادی های اجتماعی مثل آزادی پوشش و آزادی انتخاب، هر کدوم از اینا ما میدانیم که استبداد سیاهی که بر ایران هست مشکل اصلی ماست. مشکل ما مشکل خارج از کشور نیست، مشکل ما فشار خارج از کشور نیست. اتفاقا من میخواهم بگویم فشار بر این حکومت از آن جایی که این حکومت نماینده مردم ایران نیست، از آن جایی که این حکومت تمامی کوشش خود را به کار میگیرد که در قدرت باقی بماند، بنابراین هر گونه باج میدهد برای اینکه در قدرت بماند، نه آنچه از منافع مردم ایران حرکت کند. این از تفاوت بین یک دولت و یک حکومت. دولت و حکومت وقتی که راجع به سیاست آمریکا صحبت میکنیم یا سیاست این کانادا و یا آلمان، اروپا، هر کدوم از کشورهای اروپایی و یا هر کدوم از در واقع دولت‌ها صحبت می‌کنیم، آن دولت‌ها به نوعی در یک روند دموکراتیک انتخاب می‌شوند. وزارت امور خارجه‌شان عهده‌دار امور بین‌المللی است. رئیس جمهورشان یا نخست وزیرشان بستگی دارد به اینکه
چه در واقع شکلی از دموکراسی را دارن، عامل اجرای سیاست هایی هستن که مجالس تعیین می کنن. نظام قضاییشان نظام قضایی مستقل است. اینجاست که مقایسه حکومت ایران با دولت آلمان و یا دولت عرض کنم که انگلیس و یا گفته بشود ایران و آمریکا بسیار بسیار منحرف کننده است. ایران و نظام آن در واقع یکی نیستن. به همین دلیل هم از اینجا گفتم مهدی عزیز کوشش میکند این را به در حقیقت مجامع بین المللی و به نمایندگان نشان بدهد که اینها نمایندگان ما نیستن و مردم ایران در واقع زیر یوغ استبداد سیاهی قرار دارن که تا زمانی که این استبداد باشد تفاوت نمی کند. بر جام باشد نباشد، مذاکره باشد یا نباشد، باجخواهی نباشد یا نباشد، این مردم ایران هستند که بیشترین فشار را بیشترین پجار را تحمل می کنند. این موضوع موضوعی نیست که شکی باشد بین تمام کسانی که در شبکه‌های اجتماعی و در عرصه اجتماعی و برای مبارزات آزادیخانه حضور دارند. مشکل این نیست. مشکل این است که چگونه از این وضع خلاص شدیم. این است که صحبت از راهکارها می کنیم. اجازه بدی که ضمن خوش آمد مجدد مهدی وکیلی عزیزم میکروفونتو رو باز کنید. در دور اول بفرمایید ما رو در جریان صحبتتون در جریان فعالیتتون قرار بدید. سپاسگزارم جناب بدیع از ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. جناب سینا خیلی ممنون از اخباری که فرق بودید. فقط در رابطه با این بحث برجام باید عرض کنم که محبت باید خوبه بلندتر صحبت کنید. بهتر شد صدای من؟ صدای من بهتره؟ آیه دوله صدای من بهتره؟ بله صدای شما خوبه. صدای شما بله بله خوبه هستم. خیلی ممنون. نه من دست بفرمایید. متاسفم. عرض کنم خدمتتون که بحث برجام در حقیقت باید به این نکته توجه کنیم که عامل تمام تحریم ها حاکمیت جمهوری اسلامی و رفتارهای اون است. یعنی از لحظه تولد این جرثومه فساد در انقلاب 57 و بحث حمله به سفارت میتونیم بهش که عامل اصلی شروع تحریم ها بوده باید بهش بپردازیم، تا فعالیت هایی که در رابطه به نام فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای انجام میدن اما در واقع دارن تلاش میکنند که یک اهرم فشاری بر جامعه جهانی برای بقای یک ساختار ایدئولوژیک ایجاد کنند و با در دست داشتن سلاح هسته‌ای به نوعی خودشون رو مسئول کنند از هر گونه فعالیت نظامی علیه این ساختار. پس هیچگاه مردم ایران منافعی از در قبال تحقق برجام به دست نخواهند آورد و شما شاهد این بودید که در انتخابات در دوره های قبل هم که برجام انجام شد حکومت با استفاده از تمام منابع و شرایطی که براش ایجاد شد سعی کرد در گسترش پراکسی های خودش در منطقه دست بزنه و در این ساختار تونسته تمام اون درآمدها رو کسب کنه و انتقالات مالی خودش رو انجام بده. این دوره هم دلبستن به بحث برجام به نوعی تغییر جهت افکار عمومی به عنوان یک دستاورد دولت جدید هستش
و ما میدونیم که اینها هر نوع باجی رو که کشورهای دیگه بخواد میدن تا در قدرت بمانند و در حقیقت تحقق برجام نتیجه بگیریم که اینها باج‌های سنگین تری از جیب مردم ایران خواهد داد. ولی خوشبختانه تا به این لحظه این اتفاق هم نیفتاد. من صحبتم رو کوتاه میکنم اگر که جرابتی اجازه بدم چی یک دقیقه دیگه باید عرض کنم که در رابطه با طرحی که بنده ارائه کردم در رابطه با اخراج سفرا من دارم تلاش میکنم با استفاده از اهرم فشاری که ایرانیان خارج از کشور اهرم فشار ایرانیان خارج از کشور در حقیقت حق رأی اونهاست اون رو به نوعی ازش استفاده کنیم تا نظر کامیونیتی های ایرانی رو به نمایندگان مجالس و نمایندگان پارلمان برسونیم و این عدم مشروعیت حاکمیت جمهوری رو از این طریق از طریق نمایندگان پارلمانی به پارلمان ها و به دولت های مختلف پیش ببریم. سازوکاری هم که براش در نظر گرفتیم در حقیقت در مرحله اول یک پتیشن ساده در وبسایت change.org هست و میزان امضاهایی که در این پتیشن جمع میشه اهرم اصلی ما برای شروع فعالیت و تبدیل این پتیشن به پتیشن های پارلمانی در کشورهای مختلف است و مرحله دوم این جذب حداقل مورد نیاز امضا کنندگان پتیشن در اون کشور هاست و وقتی که این امضاها جذب شد قابلیت این رو داره که در صحن علنی مجلس مطرح بشه و در اون لحظه اقدام عملی توسط وزیر مربوطه الزام آور میشه و وقتی که وزیر مربوطه این فعالیت رو به هر نوعی به شدت و حدتی که ما مایل هستیم انجام نده با در دست داشتن یک سند حقوقی میتونیم این مسئله رو پیگیری حقوقی کنیم و در نهایت به عدم مشروعیت بین المللی در حقیقت همون فریاد مردم ایران که در انتخابات 1400 با عدم حضورشون در انتخابات سر دادند رو در عرصه جهانی اعلام کنیم. مردم ایران در انتخابات 1400 به حاکمیت نگفتند و این عدم حضور رو برای جلب نظر جامعه جهانی انجام دادند. ما به عنوان ایرانیان خارج از کشور وظیفه داریم تا انعکاس صدای اونا باشیم حتی تا جایی که میتونیم این فعالیت رو پیش ببریم. به نظر من این تنها طرح موجود در بین اپوزیشن برای پیشبرد راهکارهای براندازی این حاکمیت هست. طرح‌های دیگری هست که دوستان صحبت از ایجاد شبکه هماهنگ کننده اعتراضات رو دارن، اما متاسفانه با توجه به گستردگی و هزینه بر بودن این چنین شبکه هایی برای مردم داخل که تا به امروز هزینه های سنگینی دادن، به نظر من در این شرایط امکان پذیر نیست. اما این طرح که بنده عرض کردم خدمتتون میتونه پشتوانه ای باشه برای طرح‌های آینده که با عدم مشروعیت بین المللی حکومت جمهوری اسلامی که من این اسم رو بر اساس اون چیزی که خودشون گذاشتن روشون اعلام کنم در حقیقت جرثومه فساد آخوندی، عدم مشروعیت بین‌المللی باعث میشه که هر گونه اقدام علیه اعتراضات مردم به نوعی یک فعالیت غیر قانونی باشه و اگر این خشونت آمیز باشه به نوعی اقدام یک نوع جنایت
بس به حساب بیاد و نزد کشید. متشکر از وقتی که من دادی در خدمتتون هستم. سپاس از شما آقای مهدی عزیزم، بیوکیل عزیز. نکته مهمی رو که مهدی عزیز توضیح دادن در واقع آن چیزیست که باید این باوریم که موضوع آزادی و دموکراسی و استقرار دموکراسی تغییر بنیادی در این ساختار سیاه استبداد وظیفه یک انسان هاست. یک انسان ها. ما مثلی در فارسی داریم، میگویند یک دست صدا ندارد. چنین نیست. سالها پیش صمد گفت حتی کرم شطاب نیز به اندازه خود نور دارد. وظیفه استقرار دموکراسی نه وظیفه آمریکا و فرانسه و انگلیس و روسیه و حتی افراد. دنیای امروز دنیای شرکت، دنیای نقش فرد در کل جامعه است. این خصیصه و خصلت دنیای امروز است. مهدی وکیلی میدانم که کوشش میکند به سهم خویش این وظیفه را حتی اگر شده است به تنهایی به دوش بکشند. به همین دلیل هم هست که ما همراهی با مردم را خاص یک گروه، یک فرد، یک گروه، یک سازمان، یک حزب نمیدانیم. موضوع تغییر بنیادی، خواهش میکنم به این واژه توجه بکنیم، موضوع تغییر بنیادی در ساختار موجود که در حقیقت کشور ما را به این فاجعه کشانده است، موضوع یک آحاد ایرانی است. نه فقط کسانی که در ایران زندگی میکنند، اما کسانی که در خارج از کشور هستند، هر یک به سهم خود وظیفه دارند. به عنوان یک شهروند ایرانی اگر احساس مسئولیت میکند، آنچه را میتواند، آنچه را که در توان دارد، در واقع به عنوان وظیفه خود عمل کند. ما میدانیم که چندین سال است مخالفت با این حاکمیت، یعنی نه بزرگ، نه فقط انتخابات 1400، نه بزرگ زمانی داده شد که در واقع آقای روح الله خمینی دستور حمله به اجتماعات را صادر کرد. یعنی در واقع درست چند روز، یعنی اسفند ماه سال 1357، وقتی که زنان دلاور کشور ما به میدان آمدند و تظاهرات مسالمت آمیزی که شعار آن آزادی نه شرقی است نه غربی است انسانی است سر دادند، این در تاریخ ماندگار شد. و اینکه این جامعه به هیچ وجه من از وجود انتخابش استبداد روح الله خمینی و بعدی ها نبود. کسانی که در اون روز حضور داشتند در مبارزه میدانند که چه میگویم. میدانند که مردم در واقع برای آنچه که نداشتند، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی احزاب، آزادی انتخاب، یعنی در واقع تفکیک قوا و اینکه مسئولیت به دوش یک نفر نباشد، این چه ظلمی است که یک نظام استبداد به خود میکند، به مستبد میکند و به تمام مردم. شما فکر کنید که اگر جهان میتوانست با یک شخصیت یا یک حزب اداره شود، چه فاجعه‌ای میشد. مشکل اصلی ما
ساختار حاکمیتی است. این ساختار که در حال حاضر مانند قدنه سرطانی در جامعه ایران ریشه دوانده، تن این وطن را بیمار و فرسوده کرده است. این وطن نه فقط مردم آن، این سرزمین و حتی موجودات دیگر، محیط طبیعی آن، همه اینها نه ناشی از فشار خارجی، برخلاف آن چی که میگویند بعضی ها میگویند که این حاکمیت در حقیقت شاخوشانه میکشد برای خارجی ها. حتی اگر شاخوشانه هم میکشد، به هیچ وجه مرا وجود آنها را جدی نمیگیرند. این واقعیت ها را کمتر کسی است که در شبکه های اجتماعی انجام بگیرد که ما بگوییم مشکل اصلی ما داخل کشور است. برجام باشد یا نباشد، ما میدانیم این تحریم ها، که در واقع هم شده است ناشی از عملکرد حکومت، بوده است، نه در راستای منافع ایران. ولی آن کسانی که این تحریم ها را اجرا می کنند، آنها نیز خارج از این نیست، آنها منافع خود را ایجاد می کنند. بنابراین آنها دلشان نسوخته است که مردم ما در بیابی، در فقر، در اختلاف زجر بکشند و نتیجه آن این باشد که کشور ما از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و از لحاظ محیط طبیعی تبدیل به زمین سوخته شود. هزاران هزار انسان در یک چیزی که به نام جنگ از بین برود. دهه 60 بهترین فرزندان این کشور را نابود کنند، میلیون ها نفر را خارج از کشور کنند. این چیزی نیست. آیا این را خارجی ها کردند؟ تا بگوییم که اینجاست که بحث راجع به این که اگر اینها تحریم باشد یا نباشد تفاوتی نمی کند از نظر ما مردم. برای اینکه این حکومت اگر پول بگیرد خرج نگهداری خود می کند، اگر هم نگیرد از مردم می گیرد، تفاوتی نمی کند. این پولی که در واقع در بانک ها ذخیره شده است، پول ملت ایران است، نه پول این حکومت. چگونه می توان ذره ای وجدان داشت و متوجه نشد که مشکل اصلی ما مشکل داخل است، مشکل یک ساختار استبدادی جنایتکار است که مردمی را که به یک تظاهرات آرامی را می آیند، نه فقط در این اخیر، مردمی که برای اعتراض به میدان می آیند، برای اون افزایش کودتاگونه قیمت بنزین که یک کالای اساسی است در ایران، میلیون ها نفر در زندگی میلیون ها نفر تاثیر مستقیم دارد. میتوان این گونه نسبت به حاکمیت جنایتکار بی‌تفاوت بود؟ و بعد سراسر اینکه اگر اینها باچخواهی نمی کنند. شما فکر میکنید که اینها را آمریکا جدی میگیرد؟ ابدا. شما فکر میکنید آمریکا از اینها ترسی دارد؟ آمریکا را جذب میکنند، یعنی کل آمریکا را میگویند، نه اینکه وقتی که این رئیس جمهوری آمون رسیم بود. اروپا از اینها ترسی دارد؟ ابدا. آنها بر اساس منافع خود و حاکمیت موجود، بریجه وقتی که منافع آنها را حفظ می کند با ساخت و پاک در حقیقت به حکومت رسیدن. کیست که ندارد که در واقع خروجی مطالبات مردم در 57 برآمدن به اصطلاح جمهوری اسلامی بود؟ این در واقع باز هم ادامه اون
خارتی بود که کشور ما به عنوان یک کشور توسعه نیافته انجام میدادن، استعماری که از استعمار انگلیس و روسیه تزاری آغاز شد و ما میدانیم که در قبل از جنگ جهانی اول همچنان ادامه پیدا کرد. به خود بگوییم چرا باید خواهان تغییرات بنیادی باشیم؟ تغییرات بنیادی. و چرا مردم دیگر خود را برانداز می‌دانند؟ چون واقعیت این است. واقعیت این است. مردمی که در 1376 میلیون ها نفر رأی دادن، در 1388 باز هم در واقع قریب نخوردن، رأی دادن. وقتی که متوجه شدن 88 فرازی بود که در واقع سرکوب مردم مبارزه دموکراسی خواهی را وارد مرحله جدیدی کرد، یعنی امید مردم، امید اون نسل، نسل خودم را نمیگویم، ما که هیچگاه قبل از حتی برآمدن این مطمئن بودیم که یک نظامی که دارد میآید، نظامی که دارد میآید قطعا این یک نظامی خواهد بود که نه تنها وضع را بهتر نمی کند، بدتر می کند. بنابراین تعداد مانند ماها بسیار کم بودن، ولی باز هم بسیاری از روشن فکران در آن زمان صدایشان به جایی نرسید. حکومت اعلام کرد که 1% یا 1.5% چیزی شبیه این در رفراندوم شرکت نکردن، یعنی بالکل آن رفراندوم قلابی 1358 را قبول نداشتن. بنابراین این نبود که نمیدانستیم، اما چرا برآمد؟ آسیب شناسی گذشته بسیار روشنگر میتواند باشد، چراغ آینده ما را روشن کند. اما در شرایط قرار گرفته ایم که دیگر میدانیم آنچه که در واقع اتفاق افتاده است، اقلن در حال حاضر در 1400 انتخاب مردم ما نیست، بنابراین تحمیلی است. بنابراین حکومت فعلی از آن جایی که تا برقرار باشد برجام بدون برجام، فرض محال نیست. فرض کنید که پول خودمان را که در اختیار اینها بگذارن، وقتی که در اختیار این حاکمیت بگذارن، مسلم است که خرج مردم نخواهد شد. مسلم است، تردیدی نیست. اما در شرایطی که این حاکمیت قرار دارد، باید به فکر بهترین راهکارها بود برای اینکه در حقیقت این ساختار تغییر بنیادی کنند. این ساختمان کهنه، پوسیده، فاسد و زنگ زده استبداد قابل تعمیر نیست. به همین دلیل عده زیادی در واقع هویت سیاسی خود را برانداز می دانند، گرچه من خود بر این باورم که براندازی به تنهایی کافی نیست. نظام ها برمی افتند، اما اگر انسان های هوشمند، مردم آن کشور، نظامی را جایگزین نکنند که دوباره هیولای دیگری، هیولای استبداد سر بر بیاورد با لباس جدیدی، مسلم است که براندازی به تنهایی کافی نخواهد بود. به همین دلیل هم میگوییم که باید به فکر پیدا کردن راهکارهایی بود، بدون اینکه بخواهیم وارد صحبت‌هایی شویم که در حقیقت میتواند بار دیگر ما را از هدف اصلی دور کند. هدف اصلی تغییر بنیادی این ساختار، نه فقط فرو ریختن و فروپاشی و به زیر کشیدن و برانداختن، بلکه استقرار یا نهادینه شدن نظامی باشد که ما هم مثل نظام‌های دیگر
مثل نظام‌های دموکراتیکی که هست، سیستم قضایی مستقلی داشته باشیم، وزیر وزارت خارجه ما وضع انجام بدهد، نه واجخواهی کند دستگاه‌های انتظامی در جهت امنیت مردم باشند، نه امنیت اقلیت حاکم، فاسد حاکم. همه چیز سر جای خودش وقتی قرار می‌گیرد که این حاکمیت تغییر بنیادی کند. در این زمینه باید به فکر بهتری راهکارها بود و من بر این باورم که همه عزیزانی که در حقیقت دموکراسی خواه واقعی هستند و تغییرات واقعی را می خواهند، نه از جهت بیگانگان حرکت می کنند. بیگانگان چین باشد و روسیه باشد و شوروی سابق باشد، تفاوت نمی کنند. آمریکا باشد و انگلیس و ترکیه و هر کدام از اینها. جهان به کشورهای تقسیم شده است که بعضی از آنها دولت هستند، بعضی از آنها حکومت هستند. ایران حکومت است و به همین دلیل استبداد است. به همین دلیل این حکومت نماینده مردم ایران نیست. دولت امانی و همین دلیل هم واژه ها رو به دقت کار ببریم. حکومت ایران حکومتی است یاغی در درجه اول علیه مردم ایران. حکومتی است که نماینده منافع مردم ایران نیست، فقط به فکر حفظ خود است. تصور این که دیگران از این حکومت ضربه می‌بینند، ابدا چنین چیزی نیست. اتفاقا هر کدام از اینها وقتی که می‌بینند یک حکومتی اینقدر فاسد و اینقدر مورد در حقیقت مورد نفرت مردم است، آنها نیز می‌خواهند نه تنها سرمایه گذاری نمی‌کنند، بلکه می‌خواهند از این عذر می‌خوام این تشبیه رو می‌کنند، از این پیکر تنومندی که بر زمین افتاده بود در اثر استبداد، هر کدام مانند لاشخور چیز رو نصیب کنند. دعوای دولت ایران دعوای حکومت ایران با آمریکا سر برجام یا غیره، با اسرائیل بر سر منافع مردم نیست، بر سر مقدم در قدرت است و حاضر است نه از خود، از خود چیزی که ندارد، از مردم ایران، از خاک ایران حتی بدهد که در قدرت واقعی باشد. اگر این را درک نکنیم، آن وقت دچار شک می شدیم که آیا این حکومت اگر این کار را بکند چه می شود و یا امریکا چه می کند. شک نیست که در امریکا و اسرائیل در یک حاکمیتی که ما خود بر سر نوشته خود حاکم باشیم، قطعا کوچکترین دخالتی نمیتوان بکنند. آنها چه باشند که بابا بگویند چه داشته باشیم چه نداشته باشیم؟ چون استبداد است، ما نمیتوان، صدای ما نمیرسد. و مهدی عزیز به سهم خود کوشش میکند این صدا را برساند، ولی این صدا شک نیست که آینده ایران آینده دموکرات خواهد بود. آینده بشریت این است. بیجهت مردم را، این حکومت است که مردم را میترساند از اینکه ایران امنیت نخواهد داشت و جنگ داخلی خواهد شد. نه، ادامه این حکومت ویرانی بیشتر، ادامه این حکومت در حقیقت تجزیه کشور، فروپاشی اقتصادی و همه اینها خواهد بود. اینجاست که باید با مسئولیت تمام فکر بهتری را کارها برای استقرار نظام خواهد بود. وگرنه نظام رفتنی است، ولی باید این رفتن با تصمیم و اراده ما صورت بگیرد. این ما این که باید به دنیا بگوییم ایران دموکرات بهترین گزینه است برای بشریت، نه فقط برای منطقه. این ما این باید بگوییم در امور داخلی ما دخالت نکنیم. ولی وقتی که ما صدایی نداریم و یک حاکمیت جنایتکار و غیر منتخب در واقع جای ما را گرفته است، بله، میلیون ها نفر از کشور، از ورزشکار بگیر تا روزنامه نگار تا
معترض تا افراد معمولی تا متخصص تا استاد دانشگاه از کشور خارج می شود. این فقط و فقط در اصل استبداد است. مشکل ایران مشکل خارجی نیست. اگر ما می توانیم تحریم را باید تحریمی که قطعا ما با فشار به حکومت موافقیم، ولی نه آن فشاری که فشار سیاسی، یعنی باید این حاکمیت هم تو من بسیار توجه کردم به مهدی عزیز دقیقا یعنی فشار سیاسی، یعنی این که این حاکمیت رو به رسمیت نشناسیم. چرا باید با او وارد مذاکره شدیم؟ ما خود میدانیم با این حاکمیت چگونه تصویر حساب کنیم. پدران ما نشان دادن که خواهان استقلال کشورن. این حاکمیت استبداد است که استقلال کشور را مخدوش کرده است، ما را به این وضع قرار داده است، ما را در مقابل ما را که حفظ میکنم ملت ما را مثل یک گروگان ما را در این وضعیت قرار داده است. بنابراین دنبال دشمن خارجی نگردیم، دشمن داخل حاکمیت استبدادی و جنایتکار و فاسد موجود است.